11 سناتور آمریکایی اعلام کردند که به نتایج نهایی انتخابات آمریکا اعتراض می‌کنند. طبق قوانین آمریکا، نتیجه انتخابات این کشور باید در کنگره هم تایید بشه. به این ترتیب که در روز ششم ژانویه اعضای کنگره در مجلس نمایندگان تشکیل جلسه میدن. سپس معاون رئیس جمهور آرای مهر موم شده رو باز میکنه و به شمارشگران منتخب از اعضای کنگره میده. اگه حتی یک نفر به نتیجه آرا اعتراض کنه، مجلس نمایندگان و سنا تا 2 ساعت در مورد اون بحث میکنه. در نهایت هر یک از 2 مجلس نمایندگان و سنا جداگونه درباره اعتراض‌ها رأی‌گیری می‌کنند. برای پذیرفته شدن اعتراض‌ها باید هر 2 مجلس به اون رأی بدن. 11 سناتور معترض گفتن که می‌خوان تقاضا کنن که 10 روز برای بازشماری آرا وقت در نظر گرفته بشه. مایک پنس معاون رئیس جمهور هم از این اقدام سناتورهای معترض حمایت کرده. ترامپ هم از هوادارانش خواسته تا در همون روز رأی‌گیری در کنگره دست به تجمعی بزرگ بزنن. هدف معترضان اینه که نتیجه انتخابات به نفع ترامپ بشه و اگه نشود تعداد آرای الکترال مساوی بشه. اگه اینجوری بشه، طبق قانون انتخاب رئیس جمهور بر عهده هیئت‌های مجلس نمایندگانه. اکثریت مجلس نمایندگان با دموکرات‌هاست، اما تعداد ایالت‌های جمهوری‌خواه بیشتره. در نتیجه اگر تعداد آرای الکترال مساوی بشه، جمهوری‌خواهان میتونن ترامپ رو برنده اعلام کنن. با این حال به احتمال زیاد تلاش این سناتورها با شکست مواجه میشه. زیرا اولا رهبر جمهوری‌خواهان سنا نتایج انتخابات رو تایید کرده و از جمهوری‌خواهان هم خواسته اعتراض نکنن. و در ثانی حتی اگر سنا اعتراض رو بپذیره، مجلس نمایندگان که در اختیار دموکرات هاست اون رو رد میکنه.